می دانید که دوست داشتن خداوند نه فقط جنبه احساسی و ایمانی داره بلکه جنبه اقلانی هم داره برنامه تحت عنوان خداوند خدای خود رو با تمام فکر خود دوست بدار از همه شما دعوت میکنم بیننده این برنامه باشید سلام بینندگان عزیز امیدوارم که همیشه شاد خوشحال و سربلند باشید خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم به امراه کشیش ادوارد ایسابیک در ادامه موضوع خداوند خدای خود را با تمام فکر دوست بدار امروز هم کشیش ادوارد در خدمت هستیم که همراه بینندگان بشنویم ادامه موضوع رو در قسمت دوم از این برنامه خیلی خوش اومدید من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و شما خوهر نانسی برای بنام. این برنامه که با هم خواهیم داشت در جلسه قلب گفتیم که اهمیت فکر اینکه خداوند فکر ما را آفریده و اینکه چطور این فکر باید در اطاعت خداوند قرار بگیره صحبت کردیم و در این جلسه وعده دادیم که در مورد خطر ذهن تاریک م. که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه یه مقدار مطالعه کنیم ببینیم خود خداوند در مورد ذهن تاریک چی میگه م. اگه اجازه بدید من یه چند آیه رو خدمت شما قرائت خواهم کرد از رساله پولس رسول بله. به رومیان در عهد جدید هست باب یک از آیات 18 تا آیه 25 رو خدمت شما قرائت خواهم کرد رومیان باب یک از آیه 18 تا 25 اگه بینندگان عزیز کتاب مقدس دارید با هر ترجمه‌ای که هست خوب میشه شما هم اگر باز کنید یه فرصتی میدیم اگر در دست هست که بتونید با ما همراه باشید چون ممکنه به این متن ما بیشتر نگاه بکنیم و بعضی کلمات حساس است و نقش عقل و ذهنیت انسان و رابطه اون رو با شناخت خدا بهش اشاره میکنه پولس رسول میفرماید زیرا قذب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. یعنی راستی رو را دونستند ولی سعی کردن که راستی رو را عوض کنند حقیقت رو عوض کنند چون که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت ادعای حکمت میکردند عقلشون رو به کار میبرند ادعا میکنند که ما خیلی عاقلیم ولی احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و تویور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند اشاره به این داره که اومدن بوت ها ساختن ها به صورت حیوانات به صورت حشرات و اینها رو گفتن اینها خدایان هستند آیه 24 میفرماید لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا عبدالعباد مبارک است آمین. آمین ممنون میشم اگر تو همین باب آمین. یه چند تا آیه دیگه هم شما یه قرائت بفرمایید که باز اشاره میکنه به نقش عقل در شناخت خداوند که چطور خداوند خدای خود رو باید با عقل محبت کنیم در جلسه قبل اشاره کردیم که منظور از محبت کردن خدا این استش که اطاعت کردن خدا است چطور این عقل میتونه خدا رو اطاعت کنه درسته. وقتی که اطاعت نمیکنه چه اتفاقی میفته اگه ممکنه شما لطف کنید و از همین باب از آیات 28 تا 32 برای ما قرائت کنید درسته. باب رومیان باب یک آیات 28 تا 32 و چون روان نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباست پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی قمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم زیرا هرچند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند. بله خیلی ممنون خواهش می کنم. در این دو بخش که از یک باب هست پولس رسول اشاره میکنه به اینکه چطور انسان از خدا دور شد و چطور انسان با دور شدن از خدا هر گونه بدی اشاره میکنه یه لیست بلند بالا که لیست بسیار جالبی هم نیست همه کارهای بد و افکار بد تمام اون جنبه های اخلاقی مم. انسان رو تحت شما قرار میده که چطور انسان در اینها سقوط کرد اما نک... نکته ای که اشاره میکنه چرا انسان سقوط کرد خیلی زیباست که چندین بار اشاره میکنه میگه اگرچه خدا را شناختند اما اون رو در ذهن خودشون نگاه نداشتند یعنی خداوند رو به عقل خودشون باید. محبت نکردند باز اشاره میکنه که به ذهن خودشون مردود شدند یعنی رد شد فکر خودشون ذهنیت خودشون شناخت خودشون چیزی بود که نه بر اساس نقشه الهی بلکه بر اساس انتخاب خودشون ببینید خداوند در طبیعت و به روشهای مختلف اشاره میکنه پولس که خداوند خودش رو خواست بشناسونه و خودش رو شناخ، شناسون به اینها و خدا در ما یک توانایی قرار داده یک پتانسیلی هست مم. که اون مرکزی که میتونه خدا رو بهش بشناسه ببینه و بفهمه اشاره میکنه عقل هست وقتی که شخص میبینه میشنوه و جواب مثبت به خداوند نمیده این عقل خودش رو بله. تسلیم خداوند نمیکنه کلام خدا میگه عقل تاریک میشه وقتی که عقل تاریک شد وقتی که عقل اون شفافیت خودش رو از دست داد دو عمل پیش میاد یکی اینکه خدا رو عبادت نمیکنه و عبادت او کاملا منحرف میشه برای خودش یک روش و یک نظام پرستشی داره کماکان دنبال پرستش هست ولی بت پرستی میکنه منحرف میشه انحراف از خدا میاد و دوم انحراف از انسان ها میاد و اون جنبه های اخلاقی رو اون هم به جا نمیاره و میبینیم که چقدر نه فقط در فکر و عبادتش مردود میشه بلکه در عمل کرد و در رفتارهای خودش هم مردود میشه پس مردودیت ذهن تاریک شدن ذهن این دو خطر رو میاره اینجاست که خیلی اهمیت داره که رابطه ایمان و عقل رابطه ذهنیت با حکمت بله. و شناخت خداوند چقدر با هم ارتباط پیدا میکنه اینه که موضوع بحث ما امروز که چطور میتو... میتونیم خدا رو محبت کنیم با تمام فکر خودمون خواهر نانسی حقیقتا کسی نمیتونه ایماندار باشه بله اگه ذهنیتش عوض نشده واقعا واقعا ما همیشه فکر میکنیم باید توبه کنیم از اعمال خودمون خب اون درسته ولی در عین حال بر اساس این آیات اعمال عوض شده اعمال تقدیس شده نتیجه یک ذهنیت تازه هست نتیجه یک خلقت تازه هست انسان کماکان اگر در تاریکی قدم بگذره به همه چیز بر و تصادفاتی پیش میاد پس اولین جایی رو که خداوند میخواد اصلاح کنه جایی که تاریک شده ذهنیت ما هست هلو. میتونم یه آیه رو در آره این بار حتما بفهمید کلام خدا میگه آنکه در مسیح خلقت تازه است چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چی تازه گشته همینی که میگین ذهن ما بعد تازه بشه این خیلی آمین. نکته آمین. واقعا جالب بله پولس رو در دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 بود که این آیه رو خدمت شما عرض کردین م. که بله یکی از قسمت هایی که باید کاملا عوض بشه بله. ذهنیت ما هست البته در این رابطه من یکی دو تا نکته رو اشاره کنم شاید یه خود از موضوع خارج بشیم ولی ارتباط داره به موضوع گاهی همین مسئله برای خیلی از ماها سو تفاهم ایجاد میکنه که منی که نجات دارم هنوز دارم افکار بد دارم هنوز تصمیمات نه نه. اشتباه اشتباهی میگیرم می و این چطور هست جایگاه ما در خداوند جهت ما در خداوند عوض میشه ولی یکی دو تا چیز هست که هنوز نجات پیدا نکرده میدونید ما سه تا چیز هست که باید نجات پیدا کنه م. که یکی در ایمان ما وقتی که ایمان میاریم بلافاصله نجات پیدا میکنه و اون جنبه روحانی هست جنبه بلد. جایگاه ما هست که در خداوند هست شد. بخش دیگه که حالا نجات پیدا نمیکنه یا خود وقت لازم داره بدن ما هست بلد. پولس رسول در رومیان باب 8 میگه که در این بدن ما آه میکشیم که کی خلاصی این بدن آهن. رو داشته باشیم. این بدن آهن. آزاد میشه وقتی که ما بمیریم. درسته. دور از جون همه شما عزیزان در ولی حقیقتی هست. حقیقتی هست. حقیقتی هست که این بدن آزاد میشه، نجات پیدا میکنه زمانی که ما از این دنیا جدا بشیم. قسمت دومی که هنوز کاملا نجات پیدا نکرده اون جان و وجود ما هست و بله. افکار ما هست و اون در حالتی هست که ما بهش میگیم تقدیس هست هر روزه باید تقدیس بشیم ما یک بار نجات پیدا میکنیم آمین. ولی هر روزه باید تقدیس بشیم. ولی این جایگاه ما که این نور الهی در ما میاد ما رو آماده میکنه برای اون تولد تازه ما رو آماده میکنه برای این تصویه شدن برای این اصلاح شدن فکر ولی باید به خداوند نزدیک بشیم باید خودمون رو به خداوند بسپاریم برای همین است که عیسی مسیح میفرماید با تمام عقل با تمام دل با تمام جان با تمام بدن و وجود خودت باید خداوند رو محبت کنی که در این سری مباحث ما منظور از محبت کردن یعنی اطاعت کردن خداوند هست این خب. آیه هم در سری قبل گفتیم که اگه منو دوست دارید احکام من رو بله. اطاعت کنید. بله. بله. یوحنا باب 14 21 عیسی مسیح فرمود که خیلی ممکن است فکر کنن که دوستت داریم عیسی مسیح بله. براش رو میخونیم، درسته. حاضریم جونمون رو برات بدیم. ام. خلاصه از این حرفا هست ولی بله. به زبان نیست بلکه خداوند عیسی مسیح فرمود اگر مرا محبت کنید احکام م رو نگاه دارید بله. در من بمانید, بمانید. در انجیل یوحنا باز بله. 15 اشاره میکنه در ماندن عیسی مسیح است کلام ما کلام مم. او در ما بمانه حالا اون چیزی که اشاره میکنیم اینه که کسی نمیتونه مسیحی باشه مم. با ذهنیت قدیمی خودش بله، واقعا. باید عوض بشه حالا این عوض شدن مم. این تابیدن نور و این عبادت الهی و پذیرش اون برنامه و تدارکات الهی هست بله. حالا اگه کسی فکر میکنه مسیحی شدن اینه که من ما معمولا همیشه اینو میگیم که قلبم رو به مسیح سپردم منظور از قلبم اینه که ذهنم مال خودمه بله. هنوز کماکان دارم مثل قدیم فکر میکنم هنوز فلسفه زندگی من همون جوری داره ادامه پیدا میکنه آمیان. هنوز کتابایی که میخونم هنوز طرز فکر بله. من هنوز نگرش من در مورد زندگی هنوز هدف من در زندگی هنوز در مورد اون نقش و هدف آفرینش خودم م. کماکان مثل گذشته فکر می‌کنم اگر این چنین باشه ما هنوز در تاریکی هستیم بله واقعا و خطری هست این عقل روشن خواهد شد به این که ما خداوند رو عبادت کنیم منظور از عبادت در زبان فارسی که البته کلمه عربی هست، از بله. عبد هست عبد یعنی کسی که در قید و بند باشه هم. منظور از عبادت یعنی اینکه من خودم رو دست بسته وقف, مسیح. وقف خداوند بکنم بله. منظور از عبادت اینه که من غلام خداوند هستم من برای خودم دیگه طرز فکر من اینطور فکر میکنم این من اینطور احساس بله. میکنم من اینطور برداشت میکنم من اینطور یاد گرفتم پولس رسول میگه دیگه در من منی وجود نداره بله. کسی که میخواد واقعا خداوند رو عبادت کنه و اون نور الهی بهش بتابه باید این من رو ببوسه بگذاره کنار پولس رسول در غلاطیان باب دو در رساله خودش به غلاطیان غلاطیه یک شهری بود که کلیسای در اون شهر معروف بودن به غلاطیان میفرماید می در باب دای 20 که میگه با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لیکن نه من, نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در بدن میکنم دیگه برای خودم نمیکنم بلکه برای او بلده. که برای من خودش رو داد و فدا شد, شد. خب دیگه منی وجود نداره مم. خب خیلی ها براشون مشکله ب... میگن که ما درجات تحصیلی خیلی زیادی داریم مم. ما اینطوری یاد گرفتیم از کوچیکی به ما اینطوری یاد دادن فهمت. من خدا رو اینجوری میفهمم من با خیلی ها صحبت کردم یا وقتی موعظه میشن و میگن تمام اینا خیلی قشنگ درسته مم. ولی من برای خودم خدا رو یه جور دیگه فهمیدم مم. من همیشه بهشون میگم اگر خدایی رو که شما میفهمید و عبادت میکنید اگر از این نیست اگر با این تطابق نداره شما باید اون فکر هرچقدر هم زیبا هست بگذارید کنار واقعا امین من خیلی اوقات دیدم که بعضی از مسییان هستن که ادعا میکنن مسیح هستن ولی بعضی فلسفه های شرق فلسفه های غرب بعضی افکار انسانی بعضی افکار فرهنگی در اونها باهم. حاکم هست پرستشون رو خودشون انتخاب میکنن این مهم نیست که من چطور فکر میکنم خیلی باید متوجه این باشیم که ذهنیت ما مردود نباشه البته خیلی مشکله بفهمیم کسانی رو که پولس رسول میگه ادعای حکمت کردن اما احمق شدند خب کلام خدا قشنگ میگه در اگه شما نکنم در مزمور 14 آیه یک هست که میگه احمق در دل خودش در فکر خودش میگه که خدایی نیست. نیست به زبان میگه در عبادت بله. میگه ممکنه بری کلیسا ممکنه کتاب بخونه ولی اگر کماکان مم. اون فلسفه زندگیش دیدگاهش نسبت به زندگی بله. به خداوند تسلیم نشده باشه فایده نمیتونه نمیتونه بله. خداوند را عبادت کنه ما با عقل انسانی خودمون نمیتونیم نجات پیدا کنیم بله. اما در این حال خدا عقل ما رو به کار میبرد خیلی اوقات این سو تفاهم شده که حالا که ما با عقل خودمون نمیتونیم نجات پیدا کنیم نجات توسط صلیب و ایمان مسیح هست پس نقش عقل چی هست؟ نقش عقل این هستش که ما بفهمیم وعده های خداوند رو شما میدونید چند تا وعده در کلام خدا هست؟ هفت هزار مم. وعده در کتاب شد. مقدس هست مم. و فکر میکنید خداوند چرا اینها رو به ما داده؟ که ما اینها رو به یاد بیاریم بله. این وعده ها رو بهش امید داشته باشیم که ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا آفرین شما چقدر این آیات رو قشنگ به یاد میارید ایمان از شنیدن است ولی شنیدن از کلام, کلام, خدا. خدا اما وقتی که میشنویم باید بفهمیم داره. خیلی اهمیت داره که انجیل فهمیده بشه فقط نیست که موعظه کرده بشه باید فهمیده درسته. بشه در همون رومیان باب ده که این آیه رو شما داره. اشاره کردین بهش میگه اگر فرستاده نشن اگر نشنون اگر نفهمند چطور میتونن برگردن ام. خب در همین رومیان باب یک اشاره کردیم که چطور پولس میگه که خداوند وقتی که اینها خدا رو در عقل خودشون جای ندادن خداوند رو اطاعت نکردند این عقل اونها در اون همسویی با خداوند قرار نگرفت خدا اینها رو وا گذاشت در عقل خودشون خیلی, خیلی رها کنه عزیزان نمیتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم نمیتونیم خداوند رو عبادت کنیم نمیتونیم وعده های خدا رو بفهمیم نمیتونیم اراده خدا رو بفهمیم اگر توبه نکنیم اگر خداوند حقیقی رو عبادت نکنیم اگر به سوی راستی برنگردیم آمین. در همین آیات پولس رسول اشاره میکنه که چطور حق خدا را عوض کردن به ناراستی آم. به همین راحتی و گمراهی کاملا وجودشون رو در اما این راستی تو کجا پیدا میشه شما فهم کنید چرا کتاب مقدس نوشته شد اگر ما قرار بود بله. به ذهنیات و افکار خودمون به پیش بریم که دیگه چرا این باید مکتوب میشد درسته واقعا خب ما در فرهنگ شرق خودمون نه فقط در فرهنگ ایران بلکه شبه قاره هند حتی آسیای دور ذهنیت و فکر خیلی غنی هست بله. یه ارزش جای بسیار عالی داره اما اون ذهنیتی که بر خود انسان بنا شده انسان میخواد با روش های عرفانی یا بله. بش میگیم اشراقی که باید یک چیزی بش کشف بشه بله. خدا رو بشناسه ولی کشف کلام در این هست خیلی خطرناک خواهد بود که اگر انسان به ذهنیت خودش به پیش بره اگه اجازه بدید من یکی دو تا آیه دیگه از رساله به اول قرنتیان خدمت شما قرائت خواهم کرد در مورد بله. اینکه چطور انسان نباید به عقل خودش تکیه کنه در جلسه قبل هم به این اشاره کردیم پولس رسول در رساله اول به قرنتیان باب یک قرنتوس یک شهری بود در یونان <applause> یک شهر بندری بود که یک کلیسایی در اونجا بود به ساکنین اون کلیسا به اعضای کلیسای که بهش میگن قرنتیان این طور می نویسه در باب یک آیه 21 زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت و دانش خود به معرفت یا شناخت خدا نرسید خدا به دین رضا داد که به وسیله سادگی موعظه ایمانداران را نجات بخشند بله انسان نمیتونه با ذهنیت خودش به تنهایی بره این ذهنیت باید تسلیم خدا بشه بله. به عبارت دیگه خداوند خدای خود را با تمام فکر, فکر. خود محبت کن فکر باید تسلیم بشه بله کشیش ادوارد من یه صحبت هایی که میکردین اگر اشتباه نکنم آیه‌ای هست که اونجا میگه که زیرا به دل ایمان میاریم و به زبان اعتراف میکنیم اینو من احساس کردم خیلی با این صحبت اینکه که به دل ایمان میاریم زبان اعتراف میکنیم اونجا این مسئله باز عقل ماست که تصمیم میگیریم این رو به خداوند و دیگران اعتراف بکنیم نمیدونم درست نه کاملا, کاملا درسته زبان و سخنگویی بله. یک چیز احساسی نیست یک چیز عقلی هست درسته. برای همین است که ما زبان رو یاد میگیریم بله. از والدینمون با شنیدن با تکرار بله. از طریق رفتن به مدرسه و درک از اون. زبان و سخن گفتن یک امر و یک رفتار ذهنی دلسته. هست برای همین هست کسانی که متاسفانه اگر یک ذهنیت یا یک بیماری روانی یا اقلانی دارند نمیتونن صحبت کنن نمیتونن یاد بگیرن قوه یادگیری یک نفس. جنبه ذهنی داره بله. برای همین هستش که بله همون اعتراف به زمان در واقع یک اکسال عمل مهم. یک واکنشی هست به خداوند که چطور عقل ما اون رو می سپاریم به خداوند میگیم که ای خداوند من اطاعت میکنم هر چیزی که در اینجا هست مهم. و چون تمام فرمان هایی که عقل به بدن و رفتارهای انسانی میده از مغز و از عقل میاد این عقل مطیع تمام رفتارهای ما رو هم به اطاعت میاره بله. برعکسش هم هست، اگر عقل مطیع خداوند نباشه خوندید شما بله. که لافزنان، قمازان، بله. مبدعان یعنی اونایی که بدعت میارن و شریره، بله. شریر هستند بی وفا، بی رحم، مم. بی فهم یکی از زائده ها، <تصفح> یکی از نتایج عدم اطاعت عقل و محبت نکردن عقل بی وفایی هست و بی فهمی هست این است که خیلی اهمیت داره و من مجددا دعوت میکنم تمام عزیزان رو که تا حالا هرچی یاد گرفتید هر طور فکر میکنید فکر ما باید فکر کتاب مقدسی باشه فکر ما باید فکر الهی باشه فکر ما باید در دست خداوند باشه در چنین صورتی است که فقط میتونید خدا رو عبادت درست بکنید و در نور خداوند قدم بردارید کشیش ادوارد عزیز واقعا خیلی ممنون از همه این مطالبی که میدونم زحمت کشیدیم با دعا با روح خدا هماهنگی کردیم و جمع کردیم و در میون گذاشتیم با ما و بینندگان عزیز خیلی سبب برکت بود و همینطور بینندگان عزیز از وقت گرانبهاتون که با ما مهمون این برنامه بودین خیلی ممنون شما رو به دستان پرقدرت و پرجلال خداوند عیسی مسیح میسپاریم و تا برنامه بعد خداحافظ خدا